تو که بین 80 میلیون دو نفر انتخاب کردی، بین اون دو نفرم یکی رو انتخاب کن. نه، من میگم میخوام دهان اروپایی‌ها رو ببندم، دهان آمریکایی‌ها رو ببندم. دهان آمریکایی‌ها رو می‌بندی؟ خب ببند. چرا میگی کسی که در انتخابات شرکت نکنه کافر است؟ تو خودت اول مسلمان خودت البته ثابت کن که به جمع تمام علمای اسلام از اسلام دور هستی و چیزی که از چیزی که از تو دور است اسلام است و چیزی که تو ازش دور هستی اسلامه. خب پس چرا مردم مجبور میکنی؟ یعنی چنین چیزی رو حتی حکومت‌های کمونیستی هم نداره، ولیکن این با پر روی تمام آقا میگه انتخابات هست، آزاد است، مردم اومدن رأی دادن. هیچ اصلا خجالت رو کنار گذاشت. شما الان در این فیلم ببینید، در این فیلم شما اگر نگاه کنید نکته رو میبینید. انتخابات دیروز بود، ببینید نکته چیه که مردم چجوری به زور اومدن. نگاه کنید، احد آمد، ببینید هم محسن کنارشون هست، هم بچه های خیلی جوان. چند سالته شما؟ من 21 سال. شما چند سالته؟ 22. آقا ساعت چند الان به مردم بگید که اون ساعت چنده؟ 7:50. 7:52. کجا اومدید؟ تهران. من کجای تهران؟ میدونم تهران. من از دماوند اومدم. بیایید آقای حلاجان صفو نشون بده. بیا صف صف صف. سلام میکنم به شما هموطنم، خوش آمدید، بی نظیر این استقبال، آفرین بر شما. چقدر به نظر تو شماها رأی اولی هم داریم نه؟ شما رأی اولی باید باشید. خودم هستم. رنگ رخساره خبر میداد از سر درون آماده قبرا. ساعت چند اومدید؟ ساعت 7. خب خیلی متشکرم شهر فرادی، اجازه بدید که بیدرنگ احد آمد. ببینید هم محسن کنارشون هست، هم بچهای خیلی جوان. چند سالته شما؟ من 21 سال. شما چند سال؟ 22. آقا ساعت چند الان به مردم بگید که اون ساعت چنده؟ 7:50. 7:52. کجا اومدی؟ از کجا اومده دیگه؟ از کجا باید بیاد؟ باید از کنار خونش بیاد دیگه. رای گیری که در کنار خونشه. یعنی این صوتی خبرنگارم ببین از کجا میگه اومدی؟ آخر طرف که بابا من از دماوند اومدم. چرا از دماوند؟ مگه اونجا حوزه رای گیری نداره؟ خب دیدی سرا اینا همه تراشیده است، به اصطلاح موهاشون کمه. یعنی چی؟ یعنی همه سربازن. سربازا رو بیچاره به زور آورده رأی بدن و واسه تلویزیون میگه مردم میخوان رأی بدن. و مردم دیوونه هستن مگر رأی بدن؟ بله، مردمی هستن که دیوانه هستن. مردمی که به اصطلاح ارزش برای خودشون قائل نیستن و فکر میکنن روزی اونا به دست خامنه ای است. مردمی که یادشون رفته که خامنه ای 40 سال پیش روزخونه میکرد برای 5 تومن. خدایی که به اون پول به او داده به تو هم میتونه بده، برای چی بهش نوکری میکنی؟ این همه مردم که رأی نمیدن، این علوم اونایی که داره رأی میدن میگم ما. این البته اونم بیچاره گناه نداره، همطور تربیت شده دیگه، در مذهب شیعه همطور تربیت میکنه که آقا رازق خدا نیست. برای چی میره پیش امام حسین؟ اصلا خدا میگه با من چیکار داره؟ منم خدا خداست. من باید برم پیش حسین و حسن و اینا به من روزی بدن. من نمیگم اون داره اقوام دیگه ضعیف، رأی ضعیف چیز ضعیف نیست، اما بالاخره چهار تا آدم چی هم هستن دیگه که به اصطلاح هم مذهبی باشن و همین که ازش که نترسن بگو روزی من خدا میده. یکی علتش همین است که مردم خب آره چی برادر میری رأی میدی؟ به خاطر اینکه میترسی که روزیت قطع بشه، که آقا من کار میکنم و دولت میتونه کار من از من بگیره، در حالی که خبر نداری که خود این دولت بیچاره برای نان شبش محتاج میشه اگر خدا نخواد.